سلام مجدد خب در قسمت قبل گفتیم که میخوایم چیکار بکنیم حالا میخوایم بریم که شروع بکنیم این مبحث جدیدی که قراره با هم دیگه کار بکنیم مبحث جدیدمون میخوایم در مورد ایف کاندیشنال صحبت بکنیم بریم ببینیم که منظور اون از ایف کاندیشنال چیه ایف در زبان انگلیسی یعنی اگر در دنیای برنامه‌نویسی هم معنی همون اگر رو میده پس ما میخوایم شرایطی رو بررسی کنیم که اگر اون شرایط صدق کرد ما وارد یک سری کارهای جدیدی بشیم اگر یک اتفاقی افتاد تو این کار رو بکن اگر این شرایط صدق میکنه تو یک سری کار بکن در غیر این صورت یک سری کارهای دیگه بکن یا اگر چندین شرایط داشتیم که هر کدوم باید یک سری کارهایی رو انجام میدادن و مثلا باید در شرایط خاصی کارهای خاصی رو انجام میدادیم اینها رو همگیشون رو باید با ایف کاندیشنال ها هندل بکنیم پس هر جا که اسم اگر شنیدین ناخداگاه باید ذهن بره سمت ایف کاندیشنال ها خب من میخوام جلسه امروز با یک مثال شروع بکنم یعنی ایف کاندیشنال ها رو میخوام با یک مثال هندل بکنم یه مثال مطرح میکنم من میخوام تشخیص بدم که یک عدد زوج هست یا خیر یک اینتیجر یک عدد صحیح رو میخوام به عنوان ورودی دریافت بکنم و به کاربرم بگم که این عدد زوج یا عدد فرده در مرحله اول فقط میخوام بگم که این عدد زوجه و بعدش میخوام بگم که این عدد زوج هست یا این عدد فرد هست خب بریم وارد کد بشیم من یک متغیر میخوام معرفی بکنم یه متغیر نامبر که مقدارش رو میخوام از کاربرم بگیرم و یک پلیز یک مسیجی هم به کاربرم میدم پلیز اینتریور نامبر سمی کالونم فراموش نشه و اینجا از کاربر میخوام که یک عدد رو به عنوان ورودی برای من دریافت کنم خب حالا این تا اینجاش که هیچ مسئله ای نداشتیم کار کردیم چندین بار با هم دیگه و هیچ سوالی نداریم تا اینجا حالا اینجا اولین چیزیه که میخوام در مورد ایف کاندیشنال ها صحبت بکنیم بریم بینیم اصلا چجوری باید بنویسیمشون ساختارشون چه شکلی هست و باید چه کار بکنیم ساختار کلی ایف کاندیشنال ها به این صورت است دوستان من ما از کلید ایف استفاده میکنیم یا همون اگر که این ایف برای زبان پی اچ پی تعریف شده است قبلا گفتم اگر هر چیزی به جز دالر ساین اگر ما یک متن رو بنویسیم دچار مشکل میشه یعنی اگر من بیام این بالا بنویسم چهار تا آی این دو رو مشکل میشه اما یک سری از کلیدها ها و یک سری از لغات برای زبان پی پی تعریف شده هستن که بهشون میگن کیورد ها ایف هم یکی از اون کیورد های زبان برنامه‌نویسی است زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی است که هر زبان برنامه‌نویسی برای خودش یه عالمه کیورد داره که این کلمات به اصطلاح رزرو شده هستن خب که پی پی برای قسمت کاندیشنال هاش یا همون ایف کاندیشنال ها کلید ایف رو در نظر گرفته ممکنه در یک زبان دیگه ای از یک دیگه استفاده بکنن اما اکثر زبون ها حالا ایف هستن اما به طور کلی کاری نداریم پی پی از ایف استفاده میکنه به عنوان کیورد دو تا پرانتز جلوش واز میشه که در حقیقت ما اینجا کاندیشن یا شرطمون رو قرار هستش که بذاریم که راجبش صحبت خواهم کرد بعدش آکولات باز یا بسته یا همون کرلی بریس باز یا بسته و داخل کرلی بریس ما کودی رو قرار میدیم که قرار هست اگر شرایط یا اون کاندیشنمون صدق بکنه این کود اجرا بشه خب من اول همین قسمت چی گفتم؟ این سوال چی بود؟ سوالمون این بود که میخواستیم تشخیص بدیم که این عدد زوج هست یا نه یعنی میخوایم اگر عدد زوج بود یه پیغام به ما بده در غیر این صورت هیچ کار دیگه ای نکن ما برای اینکه بفهمیم یک عدد زوج هست یا نه باید باقی رو بر دو به دست بیاریم باقی مانده تقسیم یک عدد بر دو چی میتونه باشه دوستان من؟ یا صفر میتونه باشه یا یک غیر این دو, دو مقدار هیچ مقدار دیگه ای میدونیم که اصلا نمیتونه باشه یعنی انسان فرض ریاضی هستش این قضیه خب اگر باقیمانده یک عدد بر عدد بر تقسیم بر عدد دو صفر باشه این عدد زوج هست و اگر غیر این باشه که یا همون یک باشه این عدد فرد هست ما دنبال عدد زوجیم پس باید باقی مانده این عددمون تقسیم این عددمون رو بر عدد دو رو به دست بیاریم و ببینیم آیا صفر هست یا نه چجوری باید این باقیمانده رو به دست بیاریم از اپراتور باقیمانده یا عملگر باقیمانده باید استفاده بکنیم خب من میگم نامبر باقیمانده تقسیمش بر دو تا اینجا باقیمانده رو دارم به دست میارم اگر مساوی مساوی بنید من دو تا مساوی دارم میذارم دقت کنید اما فاصله رو باید حذف بکنم این رو گذاشتم که تاکید بکنم که باید دو تا مساوی حتما استفاده بشه تک مساوی اگر بذارید دوستان من شرایط هستن فرق میکنه این مساوی مساوی یعنی برابری یعنی چک کن که این دو مقدار با هم دیگه برابر باشن چون این فاصله رو اولش گذاشتم که بهتون تاکید بکنم چون آیدی من یا اون محیط برنامه‌نویسی من این دوتا مساوی رو که وقتی با همدیگه میزنم به همدیگه میچسبونه به شکل انگاری یک مساوی در میان این فاصله رو اولش گذاشتم که بهتون بگم که دو تا مساوی حتما باید اضافه کنید مساوی مساوی صفر بود یعنی اگر چک کردم که باقی مانده تقسیم این عددی که کاربر من میخواد وارد بکنه بر دو برابر با صفر بود یا همون عدد من زوج بود بیا به کاربر من یک پیغامی رو بده اکو بکن Your number is even خب بریم برنامه رو اجرا بکنم ببینم آیا برنامه من کار میکنه یا نه خب توی این قسمت از من میخواد که عددم رو وارد بکنم من به عنوان مثال عدد پنج رو میزنم که عدد فردیه و طبعا نباید با توجه به اون چیزی که نوشتیم و با توجه به اون چیزی که انتظار داریم نباید هیچ خروجیی رو هم به ما نشون بده من میزنم و میبینم که اتفاقی هم نمیافته یک بار دیگه برنامه رو اجرا میکنم این سری عدد هشت رو به عنوان ورودی وارد میکنم خب میبینیم که برای ما پیغام رو چاپ کرد که your number is even عددی که وارد کردی یک عدد زوج هستش یه بار دیگه این قسمت رو با هم دیگه مرور میکنیم هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ خروجی ببینید شکل تعریف یک عبارت شرطی به این صورت است کلید ایف کلمه کلیدی ایف میگیم اگر داخل پرانتز شرایطمون رو میذاریم که اگر این شرایط صدق کرد کدی که ما داخل این دوتا کرلی بریس یا آکولاد میذاریم باید اجرا بشه میگیم اگر باقی مانده تقسیم عدد وارد شده بر عدد دو برابر صفر بود پس بیا این پیغامه رو نشونمون بده ما در وحله اول عدد 5 رو وارد کردیم که عدد فردی هست در وحله دوم عدد 8 رو وارد کردیم که عدد زوجی بود و خروجی که مورد انتظارمون بود هم در هر دو مرحله و در هر دو اجرای برنامون مشاهده شد که وقتی که من عدد 8 رو وارد کردم برای ما یور نام ایون یا عدد وارد شده یا عدد شما زوج هستش خب دوستان این اولین قسمت از ایف ها بود در جلسه بعد سراغ ساختارهای پیچیده‌تری از ایف کاندیشنال ها خواهیم رفت ممنون که همراهمون بودید